سیاست‌های جاری در ایالات متحده به نحو تأثیرات خارج از مرزها را نیز در پی دارد. از پالیسی در مورد مهاجرت گرفته تا تعیین بودجه نظامی و ختمش دیپلماتیک واشنگتن. در برنامه امروز با اوین دانیلز از بنیاد اتلانتیک کانسل صحبت داریم که در استودیوی مرکزی مهمان ماست. خب آقای دانیلز سلام، خوش آمدین به برنامه ما. خب چند پیش رئیس جمهور ترامپ فرمان دوم راجع در مورد مهاجرت ها به امریکا را امضا کرد. با فرمانی که قبلا در این مورد امضا کرده بود چه تفاوت های جدی دیده میشه در فرمان تازه؟ So there are really five main differences that have been پنج تفاوت جدی وجود دارد بین دو فرمان. با خاطر از اینکه در آغاز ای بسیار بزرگ بود، اولین تغییر بزرگی است که شهروندان عراق اجازه دخول به ایالات متحده دارند و یکی از علتهای شمی بود که از فهرست هفت کشور بیرون شدند چون آنها در جنگ علیه داعش شامل هستند. حال دومش مسئله مهاجران سوری هست که میتونن از تحریمات بیرون شوند. دادن ویزا در صورت که با اونا ویزا داده شده باشه و یا هم گرین کارت داشته باشن اونا میتونن داخل بیان. یکی از مسائل جدی دیگه هم اقلیت ها در اونجا مثل اقلیت های عیسوی است که میتونن داخل شوند. آله بررسی قضیه به قضیه هر مهاجری که میخواین داخل ایالات متحده شوند او را هم آغاز میکنن که ممکن یک کمک شدیدتر شد. یک خانواده افغان اخیرا در ایالت کالیفرنیا در میدان هوایی لس آنجلس بازداشت شده بود به خاطر کدام مشکلی و دوباره رها شد. آیا در فرمان دوم هم تطبیقش همچون سردرگمی ها یا مشکلات وجود داره یا تطبیقی فرمان دوم مشکلاتی را با خود نداره؟ I think these kind of problems are من فکر میکنم که این رقم مشکلات میتونه هنوز هم حل شود. یک کمک اختشاش فکری و یا هم گیچی وجود داشت. رئیس جمهور ده روز داده پیش از بعد از اینکه هفته گذشته امضا کردی فرمان اجرایی را، تحریم بیشتر تمرکز توجهش بالای شهر امریکایانه که که شهروند ایالات متحده نیستن و جرایم را در داخل ایالات متحده انجام دادن اونا زیر رادار و یا هم پوشش قرار میگیرن. همچنان مسلمان هایی که در سال 2016 بیشتر میتونستن داخل ایالات متحده بیاین آل کمتر شده چیزایی است که خیلی جدی هست. خب فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا هفته گذشته گفت که استراتژی تازه به خاطر شکست دادن بنبست به وجود آمده در افغانستان مستلزم تعبیه نیروهای اضافی در اون کشور است. نظر شما در این مورد چیست؟ Administration faces a problem because اداره تازه ایالات متحده یک مشکل داره که مشکل داره به خاطر از اینکه اولویت‌های جدی داره. در جریان کمپین و یا هم کمپین دونالد ترامپ برای مبارزه علیه داعش بزرگ است. سوال اینجا باقی میمونه که اگر شما میخواین که شما تمام نیرو را در عراق و سوریه متمرکز بسازین جایی که با داعش انجام دادن و یا همونا را از اونجا خارج بسازین، آیا او کار همچنان در افغانستان کرده میتونین؟ چیزی که جنرال نیکلسن هم فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته که ما نیروهای بیشتر آمریکایی در اونجا ضرورت داریم چیز مهم است، اما این بیشتر فیصله سیاسی است که میتونه رقم بزنه پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان را. طوری که قبلا گفتیم محمد حنیف اطمان مشاور امنیتی ملی افغانستان قرار است در آخری هفته به مسکو بره و با مقامات روسی دیدار داشته باشه. اداره تازه ایالات متحده آمریکا در برابر تلاش های روسیه به خاطر داشتن نقش بیشتری در افغانستان چه واکنشی خود داشت؟
I think the Russian question is obviously a little sensitive given some مسئله روسیه و سوال در قبال روسیه کمک حساس است. از یک طرف متفاوت است تا ببینین که روسیه در تلاش تعامل بیشتر با طالبان هستند نظر به حکومت افغانستان در اونجا، اما مهمی است که باید دیده شود که تمایلات و یا هم اهداف روسیه در اونجا چی است. آیا اونا میخوان در اونجا مبارزه با دهشت افغانی داشته باشند؟ آیا میخوان که در اونجا او مسائل سیاسی خود را تعقیب بکنند؟ من فکر میکنم که برای ایالات متحده از لحاظ سیاسی بسیار زیاد آزمونبار خواهد بود و آزمونساز خواهد بود تا با روسیه در این امر در افغانستان تعامل بکنم، و من فکر میکنم مسئله را مشکل تر از قبل میسازم. تشکر از شما آقای دانیلز. Thank you very much.